بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. عن عبد الله بن محيريز قال: قلت لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، قال الأوزاعی: حسبت انه یکنا ابا جمعه. این أوزاعی میگه این شخصی که از اون نقل میکنه گمان میکنم کنیش ابا جمعه بود. به هر حال، حدثنا حدیثا سمعته من رسول الله صلی الله علیه و آله. این حالا فرصت پیدا کرده، دستش به یکی از اصحاب پیغمبر رسیده، میخواد استفاده کنه، میگه یه حدیثی که از پیغمبر شنیدی رو برای ما نقل کن. و معنا ابو عبیدت ابن الجراح، میگه اونم تو جلسه بود. فقلنا، اون میگه که قال لأحدثنک حدیثا جیدا. اون صحابی گفتش که یه حدیث خوبی براتون نقل میکنم. تقدینا یوما مع رسول الله صلی الله علیه و آله، یه روز با حضرت صبحانه یا نهار مثلا در خدمت حضرت بودیم و غذا خوردیم. و معنا ابو عبیدت ابن الجراح، که اونم جزو خب رجال معروف دوروبر پیغمبر بود این ابو عبیده. فقلنا یا رسول الله، هل احد خیر منا، کسی از ما بهترم شما میشناسید؟ اسلم نامعک، اول که خب به تو ایمان آوردیم، اسلام رو اختیار کردیم، و جاهد نامعک، بعدم که جنگ و این حرفا بود، با تو آمدیم جنگ هم کردیم دیگه، بهتر از این چی میشه؟ از ما کسی بهتر رو شما سراغ دارید؟ قال بلا قوم من امتی یأتون من بعدكم فیؤمنون بی. اون کسانی که ایمان به من میارن در حالی که من رو ندیدند، اینا از شما افضل. در دعای سماط میخونید دیگه که و آمنا بهی ولم نرهو صدقا و عدلا، یعنی ایمانمون صدقا و عدلا قید آمناست. ایمان آوردیم به پیغمبر در حالی که پیغمبر را ندیدیم. اون کسانی که اون وجود نورانی را ندیدن، اون معجزات را ندیدن، اون تأثیر نفس را ندیدن، اون تجسم توحید را که رسول اکرم صلی الله علیه و آله تجسم توحید، تجسم اخلاق، تجسم فضیلت، تجسم همه آرزوهایی که ممکنه به ذهن برترین انسان‌ها برسه، پیغمبر این بود دیگه. اون کسانی که او رو ندیدن در این حال به او ایمان آوردن و وظایف شرعیشون رو انجام دادن و اونا هم جهاد در راه خدا کردن، اینا معلومه که از شما افضل هم. درسته، مقتضای عقل و قاعده هم همینه. امام رضوان الله علیه فرمودن که این کسانی که امروز هستن از اصحاب پیغمبر یا فرمودن بالاترن یا فرمودن کمتر نیستن. اون واقعش همینه دیگه. اون جوان مؤمن مخلصی که از همه لذات زندگی، از همه آرزوهای جوانی، از همه شهوات، خواسته ها، از زندگی راحت، از پدر و مادر، از همسر، از فرزند چشم میپوشه میره در راه خدا جهاد، حالا یا در جبهه های دفاع مقدس مثل اون دوران ها، یا در جبهه دفاع از حرم مثل زمان ما، یا دفاع از امنیت، فرق نمی کنه. اینا بالاترن از اونا.
قدر این حالت رو باید دانست و قدردانیش هم به این است که واقعا عمل کنیم، حقیقتا اونجوری که از ما توقع هست. به خصوص ما عمامه‌ای ها که خب مرجع دین مردم محسوب میشیم، از ما دینشون رو میخوان سوال کنن، ما تقید به دین داشته باشیم، تقوا و پرهیزگاری و ورع از محارم و بی‌رغبتی به جلوه های مادی دنیا و زیبایی های دنیا و اینا. از این جهت اگر ما تقید به خودمون تحمیل کنیم و وادار کنیم خودمون رو به این معنا، مسلماً بهتر از اون هستیم. صفحه 391.